اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. حالا که از زندان سرد قائد امت پر میکشی تا قلب مختاره، تا بیبلوس و تا بعلبک، اشتوره سیدا، صبح سعد، نایل، حالا که دیگر پاسدار مرگ با چشمهای پرز نفرت در نگاهت نیست، حالا که دیگر بازپرسی سر نمیگیرد این مرد لبنانی که بود و کیست، یاد مرا با خاطرات روزهای دور، یاد عزیز رفتمان موسا، فیروز و فردین، گوگوش و سبا زنده خواهی کرد. ایران نه این دیوار زندان است، ایران نه این آدم کشان، این شام پنهان است. ایران چنان البرز سر تا حریم آسمان دارد، از پهنه آبی ترین دریا، این موج باران، این خلیج فارس، تا کهکشان نقره‌ای عشقی گران دارد. ایران ما خورشید شرقی هاست، از بهترین، از بهترین، از بهترین هاست. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 12 ژوئن 22 خرداد ماه به شما سلام میکنم. تصاویر نزار زکا رو میدیدم به وطنش باز میگشت و نوشتم این شعر رو در استودیو، جز شعرهای استودیو. هادی به من میگه آقا زودتر بده اینا رو چاپ کنیم، قرار بر این گذاشت. قرار شد رضای اقدمی عزیزم تایپشو بکنه، کلکشو بکنه و بدیم چاپ. شعرهای استودیو یه 2000 تایی میشه. حضورتون عرض کنم که خیلی برام جالب بود دیدن نزار زکا و غلط کردن جمهوری ولایت فقیه. اول بذارید براتون یه فیلمی رو نشون بدم. امنیت خانه مبارکه درست کرده درباره نزار زکا، یک دانشمند برجسته لبنانی که دارای گرین کارت، همونطور که در ایران اومد در کنفرانس ها شرکت کرد، در آمریکا و در انگلستان و در فرانسه، در جاهای دیگه هم صحبت میکرد. مردی 3 زبان میدونه، فرانسه، انگلیسی و عربی. بسیار آدم باسوادی است، با ارزشی است، از یک خانواده بسیار با ارزشتر از خانواده این مردک رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی و آقای تائب و حسین تائب فاسد آلوده پرستوساز. و این فیلم رو ببینیم تا بعد من راجع به او و آزادیش براتون صحبت کنم. مدیران پروژه نزار زکا و امداد بین الملل نیز از طریق اجماع و NGO های منطقه‌ای انجام می‌شد. تمام سندهای پروژه مهر محرمانه خورده و جدا از اسناد دیگر طبقه بندی می‌شد. این احتیاطات همه حاکی از آن بود که نزار زکا و مدیران اجماع کاملا مراقب بودند تا فعالیت‌های براندازانه آنان افشا نشود. زکا شخصا با مقامات امداد بین الملل مخفیانه ملاقات کرد.
نزار زکا در ملاقات‌های خود در آذر سال 1391 از احتمال سقوط بشار اسد در سوریه می‌گفت و اعتقاد داشت که تقویت سازمان‌های مردم نهاد در سوریه که شعارهای غربی را پیش ببرند باعث می‌شود تا برای ایجاد جامعه مدنی سوریه پس از سقوط اسد ظرفیت سازی انجام شود. مشابه همین پروژه را سازمان‌های مردم نهاد غربگرا در داخل ایران برای زکا انجام می‌دادند. چند سال بعد وقتی خبر ارتباط نزار زکا با معاونت زنان ریاست جمهوری به جنجال بدل شد، در واقع نزار زکا از کانال مقاله و پژوهش‌های علمی توانسته بود خود را به این نهاد دولتی نزدیک کند و همین نقطه ضعف منجر شده بود تا مقاله زکا در همایش بین المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار در شهریور 1394 که برگزار کننده آن وزارت صنعت و معدن بود پذیرفته شود و نزار زکا بتواند ایده های خود را در قالب های مقاله علمی در کنفرانسی که دولت ایران بر متوجه شدیم. دو تا قضیه است. یکی این که آقای نزار زکا درباره انجیو ها و جامعه مدنی تلاش هایی که در سوریه میشه تا رژیم آدم خوار و فاسد بشار اسد رو براندازن فعالانه کار میکنه، بنابراین با سوری ها در تماس، با شخصیت های برجسته روشنفکرهای سوری که خیلی هاشون هم من میشناسم و آدم های واقعا با ارزشی هستن، ایشون در تماس. اگه شما ریگی به کفشتون نیست چرا او رو چند بار به تهران دعوت کردید؟ او که فعالیت‌های خودش رو پنهان نمی‌کرد. در بیروت یکی از پرچمداران این بود که باید به یاری سوریه رفت، به یاری مردم سوریه رفت و در برابر این رژیم آدمخوار بشار ایستاد. در اون زمان نه داعشی در سوریه جون گرفته بود، نه جبهه نصرتی بود، یه ارتش آزاد بود، ارتش ملی سوریه بود، از جدا شدگان از ارتش بودن، یه گروه های دیگری هم بودن محلی لوکال در جاهای مختلف، ادلب و همس و در حلب و در جاهای دیگه، و نزار زکا و گروهی از روشنفکران برجسته لبنان، یکیشون پولا یعقوبیان که الان در پارلمان لبنان هست و دیروز پوست وزیر خارجه جبران باسیل رو کند که از دهانش بزرگتر حرف زده بود، البته دهان وراج و گندگویی داره، فقط نوکر حسن نصرالله و جمهوری ولایت فقیه، یه مسیحی لبنانی که وزیر خارجه است، اینقدر نوکر. باری آقای نزار زکا پس یک موردی که میزننش این مورد فعالیت‌های او در عرصه جامعه مدنی و برای کمک به مردم سوریه است. این یه دلیلش. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم جانانه مبارزه کردنش برای آزادی زنان در خاورمیانه، برای برابری زنان در خاورمیانه. خانم مولاوردی بعد حالا ببینید اینا چقدر کثیفن، این امنیت خانه مبارکی چقدر آلوده است. چه میگه؟ وی موفق شد ارتباطی با معاون رئیس جمهوری برقرار کنه. ارتباط رو چجوری میگن؟ ببینید ذهن آلوده حسین طائب و پرستوهاش تا کجا گسترده است. یک شخصیت لبنانی برجسته دارای همسر و زندگی و خانواده و خانواده بسیار معروف و محترم، زود میان علی ایشون با معاونت، با معاون رئیس جمهوری ارتباط برقرار کرده بود، چون ذهن آلوده خودشونه دیگه. فلاحیان وقتی میگه ارتباط یعنی چی؟ یعنی فاطمه قائم مقامی، ارتباط برقرار کن بعدم بکشش. سعید امامی و کاظمی و اینا که میگن ارتباط کیه؟ سحر. اون بلاها رو سرش بره، اون بازی ها رو باش بکن، بعدم آقای اکبر خوشکوشک
فراریش بده از ایران بیاره بیرون با امیدی که خودش بره سراغش. برای اون سحر زرنگتر بوده. ارتباط یعنی چی؟ یعنی خانم برقعی رو تو خونش کشتن، چون زن پاکیه، آلوده نیست و از گندکاری های فلاحیان تو اون کوچه باخبره. پس این ذهن آلوده رژیم، این ذهن ناپاک رژیم جمهوری ولایت فقیه و تمام سرسپردگان ولایت نمیتونه درک کنه که نزار زکا یه دانشمنده میاد در ایران کنفرانس میده، سمینار میده در رابطه با آزادی زنان، برابری زنان، نقش زنان رو در کشور خودش باز میگوید. خانم پول یعقوبیان زینت المجالس نیست، ستویدا جعجع زینت المجالس نیست تو پارلمان لبنان، از خیلی از نمایندگان جلوتر و فعالترن. مثل جمهوری ولایت فقیه نیست که اصلا تو نمیدونی این زنان آمده کیان. آره یه موقع الهه کولایی بود، بله اونا رو ما یادمونه، دوره ششم مجلس همه یادمونه چی بود، ولی الان خانوما چه نقشی دارن؟ هیچ. زینت المجلس. بنابراین نزار زکا رو میگیرن. شکنجه هایی که برای این انسان در اون چند ماه اول وارد کردن واقعا گاهی اوقات احساس میکنم اگر یه روز زکا رو ببینم دست با هم بدیم بگم زکا منو ببخش که ایرانیم، منو ببخش که تو کشورم این حیوانات حکومت میکنن. واقعا باید اینو بگم بهش، چون شرم میکنم از این که تو کشور من، حالا بلاهایی که سر مردم ما آوردن، یک لبنانی وارسته آزاده رو برن بگیرن شکنجش بکنن، بدترین پرونده سازی ها رو براش بکنن که بیاد نوکر اینا بشه، بیاد اعترافات دروغی بکنه. آره من با امریکایی ارتباط داشتم، قرار بود بیایم اینجا با خانم ملاوردی ارتباط برقرار کنیم و بعد بریم زنای ایران رو فاسد کنیم و همونه که داره میگه جامعه مدنی رو تو این فیلم امنیت خانه میگه. نزار آزاد شد. دیروز توی هواپیمایی که پرواز کرد با ژنرال عباس که رئیس سازمان امنیته، من پیش خودم فکر کردم اولا چقدر حالت ضعف داره، آدم میتونه درک بکنه چی کار کردم باهاش. توی هواپیمای پرایوت نشسته رفته که سعد حریری در اختیارشون گذاشته بود و برگشت به وطنش. اون لحظه که هواپیما تو فرودگاه نشست، اومد بیرون تو فرودگاه بیروت و دنبالش بودن دوربینه، نگاه کنید این فیلم. نعم دكتور مكرم، فقط دعني اشير هذه الصور مشاهدينا التي تظهر مباشره من بيروت هي لوصول نزار زكا الى قصر بعبده في بيروت. رسید بعد اومد رفت قصر بعبده، قصر ریاست جمهوری و با مدیر سازمان امنیت رفت به دیدن میشل اون. بال میزنه، پر میزنه تو قصر بعبده، تو خونه خودش از زندان ولی فقیه بیرون اومده، از اون جماعت بیزاره، متنفره، از اون آدم کشان و آدم خوران بیزاره. آه خدای من، با برادر و با برادر همسرش و با بقیه چه حال غریبی داره نزار. به وطنش اومده. چند تا از این گروگان ها موقعی که از دست از چنگ آدم خورا در اومده، چنگ حزب و شیطان در لبنان، آقای رفسنجانی هم احمد موسوی رو فرستاده بود برو مثلا پا در میانی، خب بازی بود، جاش اسلحه میگرفتن باج میگرفتن. وقتی اینا میمدن، آدم وقتی با اینا صحبت میکرد، تری وید 3-4 سال اون تو بود، چه بلایی سرش بود. ابو وفا محمد خاتمی که از بنیانگذاران سپاه بود و همون اول انقلاب، اینا یه مجموعه بودن که محمد هم که با محمد منتظری خیلی دوست بود، نزدیک بود و اومده بود و
ابو شریف هم که خب خیلی باش نزدیک بود، محمد خاتمی، بعد آبش با اینا توی جوی نرفت. آدم درستی بود، دوز نبود، آدم کشم نبود، به ایرانم خیلی علاقه داشت. در نتیجه به هر شکلی شد از ایران اومد بیرون، رفت لبنان، برای که در لبنان آشنا داشت، دوست داشت و در لبنان بود. یک روز توی زاهیه بیروت، وقتی اومد توی زاهیه، یه نفر صداش زد، نگاه کرد، دیده که دوستای قدیمشه که با هم خیلی رفیق بودن. چطوری محمد اینجایی؟ آره من بیروتم، اومدم دنبال کار میگردم، بیکارم اینا. خب محمد جان بیا من یه کار برات درست میکنم. بعد از ظهر باش قرار گذاشت، محمد رو برد تحویل حزب الله داد. محمد تو اون زیرزمینای زاهیه، جایی که وقتی برای من تعریف میکرد صورتش از درد پر بود، با تریویت بغل هم بودن و چند تا آندرسون و چند نفر از زندانیای دیگه گروگانا، و برای من میگفت که این پیروان اسلام ناب انقلابی شیعه محمدی خالص چه رفتار حیوانی با این گروگانا داشتن. با تریویت که بهشون کمک کرده بود، یک کشیشی که رفته بود وسیله آزادی گروگانهایی رو فراهم بکنه، در مقابل بر رژیم جمهوری جهل و جور و فساد امتیاز آورده بود. آرشبیشاپ کانتربری، اسقف اعظم کانتربری، او رو فرستاده بود، جز مشاورانش بود. و محمد میگفت شبا گاهی ناله های این بچه ها بلند بود، این گروگان ها. میگفت من ایرانی بودم، طاقت میووردم، ولی یه انگلیسی که در عمرش هر دوشش رو در روز دو دفعه گرفته چی کرده، فکر کنی که در آشغال اینو گذاشته بودن، یه سطح گذاشته بودن به عنوان توالتش، و این چجوری باید اونجا زندگی میکرد؟ تو اون گرما عرق میکرد، بدنش چیز میذاشت و خیلی بد، خیلی بد. و تو اون شرایط اینا میمدن به اینا میخندیدن، زنده باد امام خمینی میخندن، کتکشون میزدن، اعدام قلابی میکردنشون. این اسلام ناب انقلابی محمدی است. بعد محمد رو از اونجا، از بیروت، بعد از 18 ماه 19 ماه که میخواستم بکشم، من یه مقاله نوشتم در نشریه تقریر و گفتم که محمد خاتمی ابو وفا دست ایناست و هر آن احتمال کشتنش هست. حزب الله هول شد، ترسید که این ماجرا، چون محمد خاتمی پدرش روحانی، برادرش آقا محسن نماینده آقای شیرازی در کویت، اینا خانواده بزرگی بودن. حزب الله تحویل ایران داد، بنابراین از اونجا بردنش ایران. از ایران یکی رو فرستادن، از سپاهیانی که محمد میشناخت، خودش آموزشش داده بود، بردنش ایران. در اوین حکم اعدام قطعی دیگه اونجا باشه. پدر محمد رفت تو پیش خمینی و عمامش رو زمین زده بود، گفته بود تو پسر منو شرم نمی کنی، میخوای پسر منو بکشی. خلاصه به هر شکلی بود محمد رو برای دیدن مادرش آزاد کردن. محمد همون شب از ایران خارج شد، خوشبختانه که امروز هم اینجاست و از شر این جماعت راحت شد. حالا فکر کنید یک مورد دیگه بود، باز شخصی رو که من میشناسم و برای اینا یه مدت کار میکرد، کار قانونی رسمی، نه کار بد، نه کار جاسوسی، گرفتنش و بردنش به ایران، و اون هم چه داستانایی داشت. حالا فکر کنید نزار زکا رو در ایران گرفتنش، نه در شرایطی زندان عادی، نه اینکه ببرنش حتی در اوین یه سلول انفرادی بدن، بلکه در زیر زمین اشرت آباد یا جایی مثل اشرت آباد، فیلس، آلودگی، کثافت، برای آدمی که تمام عمرش بر روزی دو دفعه حموم کرده، مرتب لباسش، مرتب خانوادش، مرتب و منظم، که چرا؟ چرا باید زندان بره؟ چون تائب بیمار فکر کرده که این جاسوسه. جاسوس چی؟
آخه چیه شما جاسوسی میخواد؟ بیچاره ها، اسرائیل میاد توی کشور با مامورانش 50,000 وثیقه مدرک رو ور میداره میاره بیرون، آکبند بسته بندی شده، صدها سیدی رو ور میداره میاره بیرون، بیچاره ها، و ور میداره میبره، از مرز زمینی خارج میشه از آذربایجان. شما چی دارید میگید؟ در دفتر مقام معظم رهبری 90 تا کامپیوتر رو بردید که پیدا کنید کی از اونجا به من علیرضا نوری‌زاده مطلب داده؟ پیدا نکردید. چند نفر رو گرفتید شما به جرم جاسوس و چند نفر رو نگرفتید و ایران رو ترک کردن؟ هنوز داغ علیرضا عسکری داغش تو دلتونه؟ هنوز معاون وزارت دفاع که شما بیگناه انداختینش زندان، اونم گفت بسیار خوب اومد بیرون، رفت روغن زیتون از سوریه وارد کرد، منتها کار دیگه کرد، بعدم رفت حالا دنبالش بگردید کجاست؟ تمام اسرارتون رو برد داد، همکاریاتون و اتمیتون با سوریه رو میز امریکا و اسرائیل، چی رو میخوان پنهان بکنید؟ در همین چند ماهه چند تا مامور وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سر از ترکیه و دبی در آوردن و گم شدن، رفتن دیگه، دستتون بهشون نمیرسه. همه که مثل اون بیچاره احمق نبودن که از آمریکا پاشو برگرده آقای قشقایی گلم گردنش بندازه بعد بنزن زیدان بعدم بکشنه، همه اونجوری نیستن. ولی واقعا آقای خامنه‌ای عجب عاقبت به خیر شدی، نزار زکا رو بنزی زندان شکنجه بکنی، تویی که یک روزی اسم لبنان میمد میگفتی آرزوی من دیدن لبنانه، صدای فیروز و ودی و صافی بلند میشد میلرزیدی، یه شعر نزار قبانی رو میشنیدی تکون میخوردی، قتلناک یا آخر الانبیا و کم من رسول ذبحناه وهو يصلي صلاة العشاء وتاريخنا كله مهنة وأيامنا كله كربلا. كيف میکرد؟ حالا باید یک لبنانی ارزشمند رو دستگیر کنی در امنیت خانه مبارکت و به دست جلاد حسین طائب بدی و یه جلاد دیگری به نام ابراهیم رئیسی براش حکم زندان صادر بکنه. لربه قبلیش صادق لاریجانی 10 سال داده بود، اینم اومده بود تمدیدش کرده بود. باری وطن من این نیست، وطن من این جایی نیست که این آقایون درست کردن، وطن من خیلی بزرگتر و ارزشمندتر از این هست. شما این حزب و شیطان که همه ی آلودگی های ممکن رو داره، مواد مخدر در امریکای لاتین، بوگوتا، آسانسیون، ریو دو جانیرو، برزیلیا، مونتی ویدیو، سان دیگو، همه جا هستن و زنجیر عوامل حزب الله. حالا همتون سوالتون برای این ها چجوری اینا میرم اونجا چیکار میکنم؟ بریم حالا براتون میگم. در جنگ اول جهانی 1918-19 تا 21 صدها بلکه هزاران لبنانی مهاجرت کردن، مهاجرت اینا به سوی اون طرف، یه عدهشون رفتن امریکا مثل جبران خلیل جبران اون نویسنده بزرگ، یه عده زیادتری رفتن به آمریکای لاتین، ایلیا ابو مازی و اینا شخصیت‌های شاعران و نویسندگان برجسته‌شون. و چون لبنانی ها ملت زبده ای هستن به خصوص در کار تجارت، خیلی سریع این خانواده ها در این کشورها موفق شدن. همونطور که در یه مهاجرت به سوی آفریقا در دهه 60 میلادی در آفریقا موفق شدن، همین آقای نبیه بری تو آبیجان تو ساحل آج ده ها پمپ بنزین داشت و رستوران و هتل و غیره و نمونه های دیگه.
در آمریکای لاتین طبیعتاً بیشتر لبنانی ها که بودن مسیحی بودن، سنی ها خیلی کمتر، و به طور کلی سنی های لبنان اهل مهاجرت زیاد نیستن، میچسبن به وطن. درزی ها بودن، چرا، یه تعداد درزی ها بودن که اغلب رستوران دارن، رستورانر، یعنی همین معروش مثلا تو لندن، بیبلوس، معروش، سلطان الاطرش، اینا که رستوران بزرگ و معروفن، اینا در واقع درزی هستن. اقلیت شیعه ای که در بین اینا بودن، اینا هم بیشتر به کار تجارت پرداختن، پمپ بنزین زدن، خیلی تشویق میکردن بچه هاشون پزشک بشن. یک نسلی هم اینجا بار اومده هستن. شما الان مثلا رؤسای جمهوری چند کشور آمریکای لاتین لبنانی الاصل هستن یا سوری الاصل. اون وقت که لبنان و سوریه جدا نبودن از هم، یکی بودن. و مثل منعم رئیس جمهور آرژانتین که خیلی هم با جمهوری اسلامی رفیق بود، پولم میگرفت، سوری الاصل بود، کارلوس منعم. و اینجا ایران بودن. حزب الله بعد از سال 1980 به بعد، حزب الله بعد از، یعنی در واقع از 84 وقتی حزب الله در لبنان مستقر شد و در جای دیگه، شروع کردن کنکشن با آدمهایی که به نوعی وصل می‌شدن. مثلا عباس موسوی یه پسرعمو داشت در آسانسیون، با او ارتباط گرفته شد و به این ترتیب لینک لبنان آمریکای لاتین برقرار شد. از لبنان حشیش و افیون که در بعلبک می‌کاشتن میرفت با آمریکای لاتین، از آمریکای لاتین کوکائین میومد به لبنان که در کشورهای عربی پخش بشه. توسط کی؟ توسط حزب الله. حزب الله بزرگترین شبکه مواد مخدر رو در آمریکای لاتین بعد از شبکه خود اون لاتینیا حزب الله داره و با اونا هم در ارتباط هست. در مدائن مثلا یک شبکه بزرگ حزب الله هست بعد از شبکه اسپانیشا، یعنی ریشه به اصطلاح اسپانیش و اسپانیش لنگویجز، زبان اسپانیایی در مدائن اونا هستن. و حزب الله به این ترتیب یک جنبشه که به اصطلاح اسلام ناوانقلابی محمدی، پیرو خمینی، تابع خامنه‌ای، یک گروه قاچاقچی است که سر میبره، آدم میکشه، آدم میدزده، قاچاقم میکنه، پولشویی هم میکنه. و به این ترتیب شما میبینید که در مثلا در ماجرای نزار زکا، جمهوری ولایت فقیه احترامی برای ندای میشل اون که حالا با حزب الله هم همدسته، یا آقای سعد حریری یا دیگران قائل نمیشه. بعد میگن ایشون رو آزاد کردیم به حسن نصرالله تحویل دادیم. و آقای نزار زکا که بیزار از این الله‌ها، بیزار از این حجج اسلام و آیات عظام، نمیره سراغ نصرالله. به جنرال عباس میگه من بریم قصر ریاست جمهوری اول از آقای میشل اون تشکر کنم. میره قصر ریاست جمهوری، بعد میره دیدن سعد حریری، بعد میره نبیه بریر هم میبینه. و حالا حسن نصرالله هم ممکنه یه روز ببرنش به ناچار بره ببینه، اما حسن نصر و شیطان همدست با جمهوری ولایت فقیه، به دفعات افرادی رو برای این رژیم شکار کرده، به رژیم تحویل داده. چند تا دانشجوی خوزستانی بودن از عربهای ایران، این طفلک ها داشتن در سوریه درس میخوندن. سوریه هم زیاد کاری به اینا نداشتن، علارغم رابطه نزدیکی که بینشون برقرار بود. حالا اون ریشه قومیت عربی و نمیدونم این که همیشه دمشق مرکز اینجور بازی ها بود و کانون نمیدونم آزادی بخش اینا،
اینا اونجا درسشون رو میخوندن، زندگی میکردن، بعضا زن و بچه هم داشتن. حزب و شیطان اینها رو شناسایی کرد بنا به خواست جمهوری اسلامی و اینها رو دزدید، بعضا دزدید و به جمهوری اسلامی تحویل داد. ادهشون اعتراض کردن، فامیلاشون، اقوامشون، کسانی رو در سوریه میشناختن در ادارات امنیتی و در جاهای مختلف، و حتی کار به ماهرالاسد رسید، به آدم های بالاتر رسید، ولی در نهایت این بچه ها رو تحویل جمهوری اسلامی دادن. منهای دو سه تاشون که موفق شدن به خارج بیان، توی دانمارک و هلند و اینجا هستن، ولی این کار رو حزب و شیطان انجام داد و حزب و شیطان به دفعات این بازی ها رو انجام داده. خب یه درنگ کوتاهی میکنم، یه برامتون تبسم ترانه خونده برامون از دردهای زن، همون زنی که نزار زکا تلاش میکرد به هر شکلی که شده بقبولونه به این اهالی جمهوری ولایت فقیه که آقا زن ایرانی محل افتخاره مثل زن لبنانی، ولی اهالی ولایت فقیه خیال دیگری داشتن. تبسم احمدی، یک بانوی افغان، برای ما میخواند. با درود دوباره، تبسم احمدی و ترانه جرم. به بهترین وجه حکایت زنان رو در دیاران ما باز میگوید. البته ایشون افغانستان بود، ولی باور کنید من تلویزیون طلوع رو میبینم، میبینم زنان افغانستان چشمنداز فرداشون روشنتر از زنان ما در چنگ اهالی ولایت فقیه. این حزب و شیطانه که براتون میگفتم، یعنی یک سر سوزن برای ما منفعتی نداشته جز خرج. بعد از حمله اسرائیلیا، حسن نصرالله یه چک آقای خامنه‌ای رو گرفت دستش، 500 میلیون دلار، گفت مال حلال، مال حلال، مال حلال، از جگر مردم ایران کشیدن بیرون مال حلال. آقای خامنه ای از ارث پدریش آورده، خدا بیامرزه میرزا بدبخت 10 تومن هم نداشت، مال حلال. باری این حزب شیطان در همین لندن جاهای زیرزمینی درست کرد بود که درون بمب بسازن، درون خمپاره تولید کنن. با امکاناتی که اینجا بوده میتونست این کار بکنه. دولت انگلستان کشف میکنه اینو. متاکی بوده، درست موقعی بوده که آقای کامرون داشته مذاکرات برجام بوده و وزیر خارجه مشغول گفتگو بوده در وین، و نخست وزیر میگه صداش در نیارید، الان صدای اینو داریم، باید در برابر ایران موضع بگیریم. برای من صداش در نمیارن، فقط به امریکایی‌ها میگن و امریکایی‌ها پیگیر میشن دنباله این قضیه رو، و افرادی رو در ارتباط با این مجموعه که در لندن بودن، این افراد رو در اروپا و جاهای دیگه پیدا میکنن و دستگیرشون میکنن. این کاری بوده که امریکایی انجام میدن. حالا ما ایرانی ها در همه جای جهان پراکنده شدیم. اجازه بدین میخوام یک هموطنی رو بیارمش روی خط. حالا اون مشکلات و مسائل خودش هم داره که نمیتونه چهره به نمایت، حالا بی چهره هم قبول بکنه. حالا میگم از کجا و چگونه. سلام آقای سادات. سلام، بود ارادت دارم خدمت دکتر نوری‌زاده و تمام بیننده های عزیز. سادات عزیزم، اول از خودت بگو کجا هستی، کی از ایران بیرون اومدی؟ من حدود هستم 2 سال در گرجستان زندگی می کنم و تا همین الان توی گرجستان بودم. خب اولا به من بگویم گرجستان غیر توریست ها که میان میرن چقدر ایرانی در اونجا هست؟ در
در این دو سالی که من اینجا بودم خیلی ایرانی اومدن، ایرانی بسیار، و من آمار دقیق ازشون ندادم اما خیلی ایرانی اومدن. تا تقریبا قبل از انتخاب رئیس جمهور جدید که خانم سالومه باشه، بله، تا اون موقع خب یه رونقی داشت تایمزی ساخت و سازها و کار بالاخره بیزینس تو گرجستان یه مقدار رونق داشت. بعد از انتخاب شدن ایشون شرایط برای ایرانی بسیار سخت شد. همونجوری که شما میدونید خانم سالومه قبلا با یه آقای ایرانی که ازدواج کرده بود دچار مشکلات خانوادگی که بود، همون موقع انتخابات هم گفت من انتخاب شدن ایرانی رو باید و همین منم. حالا الان آقای سادات، این منوط به من فکر می‌کنم فقط یه تجربه شخصی باشه. من شنیدم بعضی از هموطنان ما در گرجستان عملکرد و رفتار خوبی نداشتن، یعنی گرجستانی که واقعا آغوش به روی ایرانی باز کرد و خیلی به ایرانیا با احترام یاد می‌کردن. بعدم ما یه ارتباط تنگاتنگ تاریخی داشتیم، آخه تفلیس در ذهن همه ما هست، آقا محمد خان قاجار تو قلعه شوشی اونجا رفت و این به یاد حماماش آدم میبینه، نوشته های سردرش رو میبینه، من خودم دیدم اینا رو. و به نظر من چه اتفاقی افتاد یه دفعه این خانم اینجور، فقط فکر میکنم مثلا ازدواجش با یه ایرانی باشه، لابد عمل کرده بدی داشتیم. میخواییم ایرانی ها به محصی که وارد اینجا شدن خب اکثرا با پول اومدن. کشور گرجستان هم این کشور تقریبا فقیری در لازه بلاتادی اروپا. بعد ایرانی ها که پول بیشتری آوردن باعث شد یک نگاه سرخوردگی برای خود گرجی ها به وجود بیاد. مثلا شما تو تاکسی میشستی میگی در رابطه با ایرانی نظرتو بگو، اصلا خوشایند نیست براش. بعد که سوال میکنی میگه چون پول داره. چون پول داریم مثلا میگم شما بهترین ماشینی که اینجا سوار میشه یه ایرانی سوار میشه، مثلا میگم خونه این که بهترین ساختمان گرجستان که میخواد تو نماد گرجستان میشه در اثر ایرانی ساخته شده. خب اینا همه سرخوردگی برای خود گرجی ها داره دیگه. این باید شد که اعتراضات بیشتر بشه. شما در هفته، من خودم شاهد چندین اعتراض بودم که در آقا ماشامبلی یا مرجم شدی مردم گرجستان میمدن اعتراض میکردن به خاطر ایرانی ها. این باعث شد که مقداری دولت هم نسبت به اون رأی جمع بکنه، طرفدار این قسمت شد و مشکلاتی برای ایرانی ها دارد. آقای سادات، دانشجوی ما چقدر هستن اونجا؟ دانشجوی زیادی داریم اینجا، اما متاسفانه من چند مورد بهتون میگم برای هموطنان میگم اونه که برای دانشگاه بچه هاشون میگرن اینجا. مثلا میگم پدری اومده اینجا کارت اقامت داشته، پسرش داشته دانشگاه میخونده اینجا، وقتی از مرد 45 روزتون که پر میشه باید حتما به مرد مراجعه کنید. وقتی مراجعه کردن پسرش رو راه ندادن، خودش تو مونده بچه بیرون، مجبور شده که باز با مثل زردن. یعنی چی 45 روز؟ چیه شما گفتی این ویزامون 45 روز؟ بله، هر 45 روز ایرانیه که میان اینجا هر 45 روز باید برای چنج ویزا کشور رو ترک کنن و به مرز گرجستان یا ترکیه مراجعه کنن و مجدد بیان داخل. با چه کشورهای شما مرز دارید اونجا؟ اینجا با ترکیه هستش، روسیه هستش و ارمنستان. که راحت ترینش ارمنستانه چون نزدیک به تفلیس و روسیه هم که ویزا میخواد، اما ترکیه آزاده. ترکیه آزاده؟ بله، ترکیه 3 ماه ایرانی ها میتونن، هم ارمنستان هم ترکیه 3 ماه میتونن اقامت داشته باشن. آقای سادات، تعداد دانشجویان ایرانی نمیدونی چقدر؟ نه تعداد دقیقش رو نمیدونم، اما دانشجوی بسیار زیادی داریم اینجا. بیشتر چه رشته هایی میخونه؟ بیشتر چه رشته هایی اینجا میخونه؟ بیشتر رشته های پزشکی و دندانپزشکی. دانشگاه خوبی هم داره که میان اونجا؟ بله، دانشگاه خوبی داره، دانشگاه امریکایی خوبی داره، هم ارمنستان داره هم گرجستان. و بیشتر ایرانیان برای دندانپزشکی مراجعه میکنن چون گرجستان و ارمنستان یه قسم دندان پزشکی هست که حتی از اروپا هم برای معالجه دندان پزشکی اینجا مراجعه میکنن چون نرخ بسیار پایینی داره. خب آیا ایرانی ها در زندگی اجتماعی و سیاسی گرجستان هم وارد شدن؟ مثلا شما میرید در هلند ایرانی رفته اونجا، یا در بلژیک
بعد از مدتی نماینده مجلس میشه، عضو انجمن شهر میشه، کار میگیره، در زندگی مردم نقش پیدا میکنه. آیا ایرانی ها در گرجستان یه گتو دارن جدا از جامعه گرجی یا قاطی شدن زندگی باشون میکنن؟ حضورت هستن ایرانی ها دو دسته اومدن داخل گرجستان. یه تعداد از ایرانی ها هستن که گرجی بودن قبلا که توی اصفهان زندگی میکردن، خیلی دون شهر. در واقع اولاد همون کنیزای گرجی زیبایی که صفویه بردن ایران رو یا قاجاری بردن اینا که اومدن گرجستان، خب شرایطشون فرق میکنه با بقیه. اینا یه تست دی ان ای میدن و وقتی مشخص میشن که دی ان ای گرجی دارن بهشون پاسپورت گرجی میدن. عجب جالبه. بله، کسایی که شهیدین شهری هستن اکثرا اینجا پاسپورت گرجستان رو گرفتن. بعد حضورت هست کنم، خب اینا میتونن وارد تمام مسائل بشن، اما هنوز جامعه ایرانی نمیتونه اون شکلیه که در کشورهای دیگه هست تو گرجستان بگه. داشتن شروع میکردن، اما خب با این اتفاقاتی که افتاد متاسفانه خیلی دیگه ترجیح دادن یه کشور دیگه یه انتخاب بکنن و متاسفانه سرمایه ها همچنان مون و نفرات همجه تقسیم شد. یعنی سرمایه های ایرانی ها منظورتون هست؟ بله متاسفانه. میگم الان شما مثلا میگم ایرانی ها چون بیزینس ایرانی رو یاد گرفته بودن تو کشور ایران، به محصی که وارد میشن توی کشوری اول میرن سراغ ملک و خودرو. اما در جریان نیستن تو این کشورها علاوه سودهی ملک و خودرو منفیه. یعنی شما وقتی یه خونه رو میخواین 58000 تا یا 50 یا چقدر که میگیرین، موقع فروختن شاید 20% زیر فیلد بتونین بفروشین یا خودرو همچنین. بعد وارد این قضیه که میشن، چون گرجی ها میدونین در زمان کمونیستی بهشون امکانات و خونه و اینا همه چی دارن، احتیاج به خونه و اینا ندارن. خرید و فروش بیشتر بین خود همین ایرانی ها انجام میگرفت که با این شرایطی که به وجود اومده متاسفانه الان 50% هم زیر فیلد بدن نمیشن. بیشترین زمینه که ایرانی ها کار میکنن همین خرید و فروش ملک و ماشینه، اینه یه چیز دیگه. یکی گرجی های اصفهان که اومدن رفتن تو قسمت کشاورزی. خوب مثلا اون زمان ها که تازه وارد شده بودن اینا، این قوانین هنوز انجام نمیشد. الان قوانین کشاورزی زمینه کشاورزی رو 99 ساله میدن. اون زمان ایرانی ها اومدن 100 هکتار زمینه رو گرفتن و مادام العمر. عجب. بعد که دولت متوجه شد داره مثلا قضیه فلسطین میشه، دیگه اومد چیکار کرد؟ دیگه براشون زمان گذاشت. 99 سال دیگه ایرانیت دیگه نمیتونن برن زمینه کشاورزی و مادام العمر بگیرن. اما ملک اینجوری نیست، یعنی اگه خونه ای که میخواییم بگیریم سپه شرکت برگذار میشه و مادام العمر. یعنی خونه شامل در واقع مثل این موقوفات نمیشه 99 سال؟ نه خیر خونه آزاد مال خودت میشه. بله. خود شما آقای سادات در چه کاری فعالیت میکنی؟ من بیزینس من تجارت. آه تو کار تجارت هستی؟ تجارت هست. آیا ایرانی ها من تجارت رو خدمتون از بکنم. مثلا ایرانی های عزیزی که اومدن اینجا مثلا تو کار تجارت بارشون، چون تجارت هم مثل نگاه کردن به شرایط ایران فکر میکنن. مثلا میگم با احتکار کردن نگه داشتن فکر میکنن مثلا به این طریق میتونم بیزینس بکنم، همینجا باید مشکلات میشه براشون. چون مثلا اینجا نرخ برنج شکر در 20 سال یکسان بوده، یعنی 3.5 لاریجی بوده، همینجا ثابت مونده، این چیزی برای افزودن نداره. اینجا بیشتر به یک استان شبیه تا یک کشور. مثلا میگم اگر کسی میخواد بیاد اینجا بیزینس کنه، نباید صرف گرجستان نگاه کنه، باید به خورده قفقاز نگاه کنه که بیشترینش روسیه است. اگه با این دید نگاه کنم تجارت خوبی میتونم بکنم، اما در غیر این صورت میتونم خیلی از ایرانی ها سرمایه هاشون تو گرجستان از دست بدن. آقای سادات روابطشون با امریکا چطوره؟ یعنی خب یه وقت که یادمه که داستانشون با امریکا خیلی نزدیک بودن و روسا اذیتشون کردن، حتی مناطقی رو ازشون گرفتن. الان چه حالتی داره اونجا؟ چه روابطشون؟ داستان گرجستان
یه حالتی داره که دو تا کشور بیشترین تاثیر رو توش داره، یکی اسرائیله یکی امریکاست. اسرائیل جالبه، اسرائیل بسیار زیاد، اگه همه تخصیص تشخیص ببریم اینجا مثلا میتونیم به این شرک هایی ببینیم که مال اسرائیلی هم و متاسفانه اینجا هم باز برای ایران یه مشکلاتی پیش میاد. دوستانی که از ایرانی هم نخواهی که اگه ازشون دارم وقتی که میان اینجا به خاطر کنجکاوی به این که برن شرک اسرائیلی رو ببینن، برن سفارت اسرائیل رو ببینن، بعد که مراجعه میکنن به این دو جا، دو تا مشکل براشون پیش میاد. یکی این که هم به من دیگر شرک دیام دیدون پلیس امنیت گرجستان بازداشتشون میتونه بازداشت خب شما میدونی آخه موردی بوده که دیپلومات هایی یا شبه دیپلومات هایی قصد کشتن دیپلمات اسرائیلی رو داشتن، یعنی این اتفاق افتاده مسبوق به سابقه. آره به خاطر همین قضیه هم میگم دوستان کنجکاو نشن برن تو این قسمت ها چون برایشون واقعا مشکلات زیادی پیش میاد در ارتباط با کشور همین اسرائیل. آی شاداد روند توسعه در کشور الان در چه وضعیه؟ تحولات من از کنم گفت کشور عرب افتاده، یعنی شما فکر کنید هم پایین ترین استان ایران انداز تکنولوژی از گرجستان به مراتب بهتر. عجب کشور فوق حساب. من چیزایی که میگم برای خنده تونم شاید بگیره، همین بلد نیستن سیمکشی یه ساختمون انجام بدن، اینقدر عقب افتادن. نه در حالی که شما مثلا ارمنستان، مردم ارمنستان تکنیسیان های فوق العاده ان، یعنی هم تو کار تکنیک مکانیکی در موسیقی در همیشه ارمنستان واقعا یه ملت نمونه هستن. عجیبه اون وقت گرجستان اینجوری عجیبه. ارمنستان با توجه به هنری که بلد بود روسیه بهترین شرکای صنعتی مال هواپیماسازیش همه چی تو ارمنستان بود، شرکای بسیار زیادی زده و ارمنی ها نسبت به گرجی ها رفتارشون با ایرانی ها فوق‌العاده فرق میکنه. گرجی ها یه مقدار خودشون رو بالا دست ایرانی ها میگیرن، اما ارمنی ها اگه بایشون صحبت کنیم دائما به عنوان برادر یاد میکنن. چه خوب، ممنونم از آقای سادات، بالاخره ما رو آگاه کردی از یه مقداری، چون هموطنانی از اونجا به من تلفن میزنن شکایت میکردن. خوشحالم که با شما صحبت کردم، ممنونم ازت. خواهش میکنم، من بسیار خوشحال شدم. فرصت دیگری هم بود باز با هم صحبت میکنیم. ممنون، محبت میکنیم، انشالله که همیشه برقرار باشه. متشکرم. آدم خیلی تلخه. ببینید یه وقتی ایرانی چه جایگاهی داشت. شما در تمام دانشگاه‌های بزرگ جهان، اروپا، امریکا، ایرانی حضور داشت، دانشجویان ایرانی بودن. بعد مسئله مبلغ مال تعیین کننده جا شد. دانشجوی میخواست پزشکی بخونه، میشست حساب میکرد کجا بره، حالا ایشون میگفت گرجستان یا بره مثلا آذربایجان یا بره مجارستان خیلی زور بزنه. حالا البته مجارستان از نظر علمی کشور پیشرفته است، ولی کلن میخوام بگم از دانشگاه آمریکا، دانشگاه بریتانیا، فرانسه، اینا کم کمک پرت شدیم به اروپای شرقی. و این برای من دردناک، بچه های ما همینطور که آقای سادات میگفت به طریق اولا بعضی از دانشگاه های ما خیلی از اینا بهتره، خیلی بهتره. سیستم آموزشی علمی ممکنه مورد اعتراض ما باشه، ولی در این که تردید ما دانشگاه خوب داریم. هنوز دانشگاه صنعتی دانشگاه خوبیه، دانشگاه امیرکبیر دانشگاه خوبیه، دانشکده فنی دانشگاه تهران خوبه، اصفهان همینطور، دانشگاه صنعتی اصفهان. و ما این دانشگاه ها رو داریم. حیفه که بچه های ما طفلک ها میرن و با چه زحمت و سختی، اولا شما باید زبونشون یاد بگیرن. حالا گرجستان دانشگاه آمریکایی داره، بعضی جاها دارن، شما باید زبون اونجا هم یاد بگیرید. بعد بچه ها میپرسن آقا
تو اومدی تو مجارستان چجوری زبون یا میگه پدرم در اومد، پدرم در اومد تا زبون اینجا، یا دوستی دارم کره، کره جنوبی، چه پدری ازش در اومده تا زبان کره یاد گرفته، و بعد چه مصیبت ها و چه سختی های. اینه که واقعا تای قضیه رو که نگاه کنید، جمهوری جهل و جور و فساد ولد فقیه این مصائب رو برای ما رقم زده. دانشگاه پهلوی شیراز باور کنید با بهترین دانشگاه جهان شانه به شانه بودن. خوابگاهش رو گادم میرفت میدید چه تشکیلاتی، چه علم، چه علاقه به این دانشگاه داشت و چه تلاشی براش میکرد. درست مثل یه دانشگاه آمریکایی بود. دانشگاه تهران واقعا ارزشمند بود کسی دانشگاه تهران میرفت. این آخری ها دانشگاه ملی خیلی خوب شده بود، پلی تکنیک، دانشگاه آریامهر، صنعتی، همه اینا خوب بود همش. ما استحقاق جمهوری ولایت فقیه رو نداشتیم. ما خیلی آدم های سربلندی بودیم و چه آرزوهایی داشتیم و چه اتفاقی برامون افتاد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.